all-natural rejuvenating herbal formula enhancing sexual drive, performance, and stamina. Libido Links. یک ارکانی هستن توی سلامتی انسان که بسیار مهمن و اگر اونها یه جوری نقش ایفا بکنن متاسفانه سلامتی کامل ما نمیتونیم داشته باشیم البته تمام ارکان من نمیتونم همه رو توی یک رو 20 دقیقه نیم ساعت صحبت بکنم راجبش ولی اونایی که یادم بود و یه دوستتون نوت نوشتم نوشتم که خدمتون بگم یکی از مهمتریناش استرس و فشارهای روحیه که تقریبا میتونم بگم هر انسانی که به حال در این دوره و در این عصر زندگی میکنه یه جورایی بالاخره گریبانگیر این استرس هست حالا بر بعضی خیلی بیشتر بر بعضی کمتر بعضی واکنششون نسبت به مسائل خیلی شدیدتره بعضی واکنششون خیلی خفیفتره و به هر حال واکنش ها بسیار مختلف و متفاوته و همین واکنش هاست که باعث میشه که برای یه نفر ممکن استرس بیشتری فراهم بکنه و برای یکی کمتر یکی از مهمترین چیزهایی که برای ما استرس ایجاد میکنه روابط مسمومه حالا این روابط با هر کسی میتونه باشه با زوج خودمون میتونه باشه با پدر و مادر با فرزند با دوست با همسایه با همکار و به هر حال هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی این روابط هستن که بسیار میتونن باعث استرس های مختلف باشن اون هم به خاطر جدل هایی که به خاطر تفاوت ها و اختلافات باورهای ما هستش و این باورها به مجدد اینکه که میبینیم باور ما با شخصی که باهاش داریم صحبت میکنیم یا یک رابطه داریم فرق میکنه بعض موقع حالت قضاوت و بعض موقع خدای نکرد یک حالت تعصب نسبت به عقاید خودمون و باورهای خودمون داریم و اون شخص مقابل و شخص یا اون گروه مقابل رو میگیریم قضاوت میکنیم و برچسب هایی میزنی و همین خودش میتونه باعث جدل های مختلف چه به صورت روابط شخصی و چه به صورت روابط گروهی و روابط عاطفی و روابط بر حال کلی میتونه ایجاد بکنه اینه که یکی از مهمترین ارکان سلامتی اینه که با استرس خودمون درست بتونیم مواجه بشیم با چیزایی که باعث میشن به ما استرس بدن جور دیگه نگاه بکنیم یا حلش بکنیم یا ترکش بکنیم یا قبولش بکنیم یا به هر حال یه جوری باهاش مواجه بشیم که کمتر به ما فشار عصبی وارد بشه و کمتر به ما به هر حال صدمه بزنه به خاطر اینکه استرس یکی از عواملی هستش که میتونه باعث هر نوع بیماری در بدن انسان بشه یعنی بجز بیماری هایی که شاید از طریق تصادفات و یا از طریق میکروب که وارد بدن ما میشن همه بیماری ها یه جوری به استرس رب داره البته تصادف و میکروب ها هم باز میتونن یه جوری ربط داشته باشن به خاطر اینکه وقتی ما استرسمون زیاد بشه خب امکان اینکه تصادف بکنیم به خاطر اینکه عصبانی هستیم حواسمون پرت میشه و غیره خیلی بیشتر خواهد بود و وقتی استرسمون زیادتر بشه نیرو، نیروی به دفاعی بدن ما سیستم ایمنی بدن ما همون ایمیون سیستم ما خب ضعیف میشه یکی از اولین علامت هایی که وقتی استرس که ما زیاد بشه از خودمون نشون میدیم اینه که سیستم دفاعی بدن بسیار میتونه ضعیف بشه و همین میتونه باعث بشه که خب میکروب ها بیشتر بتونن جا, جا, خوش جا, جا, جا باز کنن در بدن ما و در وجود ما و میتونن به هر حال خیلی بیشتر مالتیپلای بشه اینه که پس استرس میتونه برای هر بیماری یه جوری نقش ایفا بکنه و ما رو مریض بکنه اه و همونجور که عرض کردم که از مهمترین چیزهایی که باعث استرس میشه روابط هست که پس روابط رو باید حتما بهش بپردازیم و برای همینه که من خیلی وقتی که دوستان زنگ میزنن یا به مطب ما یا به اینجا یا تشریف میارن مطب یکی از مهمترین چیزهایی که راجبش صحبت خواهم کرد و صحبت میکنم باشون روابطشون هست که مطمئن باشیم که تا اونجایی که امکان داره روابط بهتر و بهتر بشه و طرز واکنش های شما عزیزان نسبت به اون برخوردهایی که داریم یه مقدار بهبودی پیدا بکنه یکی دیگه از مسائلی که مرتب میبینیم از دوستان میپرسم اینه که چقدر مواد شیرینی جات میخورن و اه چقدر حوث شیرینی میکنن و غیره که این هم باز کمتر از استرس نباشه یعنی بیشتر از استرس نباشه کمتر اثر به صورت ذهنی، بدنی، احساسی و بیوشیمی و بایوکمیکالی و هر گونه فعل و که در بدن ما رخ میده و در ذهن ما رخ میده این شکر و یا چیزای شیرین به خصوص اگر از یه حدی بیشتر باشه و به خصوص اگر اینکه از نظر ژنتیکلی هم ما یک مقدار مستعد این باشیم که قندمون فلکچوئیت بکنه یعنی نوسان زیاد پیدا بکنه و یا یعنی اینکه در خانواده کسانی داشته باشیم که ناراحتیهای های قندی و هایپوگلایسمیک و غیره دارن این میتونه بسیار اثر بذاره روی تمام سیستم های بدنی ما و حتی روی احساسات و ذهنیات ما روی قدرت ادرینال روی کبد روی پنک، پنکراس روی دستگاه گوارش روی مغز به خصوص و غیره میتونه اثر خیلی زیادی بذاره به خاطر این همینه که من همیشه همیشه به شما عزیزان پیشنهاد میکنم که تا اونجایی که امکان داره چیزای شیرین کمتر بخورین اگر هم چیزای شیرین میخواین بخورین تا اونجایی که امکان داره کمش کنین و تا اونجایی که امکان داره اون شیرینیایی بخورین که طبیعی هست و به طبیعت نزدیکتر شکر سفید تا اونجایی که میتونین کنار بذارین سم یکی از بزرگترین سمایی که واقعا به نظر من بشریت تا حالا باهاش روبرو شده و ممکنه هروئین و کوکین و غیره خیلی خطرناک باشن ولی اقلا اونا رو همه راجبش میدونن ولی شکر چیزی که هنوز خیلی از عزیزان ممکنه اونقدری که باید راجبش اطلاعات ندارن و یک چیزی که من خیلی تازگی مشاهده میکنم اینه که خیلی از دوستان شکر میذارن کنار ولی به جاش مثلا میرن اون جانشینان شکر سفید رو میخورن مثل ایکوال مثل نوترا سویت مثل اسپلندا و خیلی از این چیزهای دیگه که بسیار بسیار به مراتب از خود شکر سفید خطرناکتر مزرتر و آسیب خیلی بیشتری به شما میتونه بزنه همیشه من میگم شکر سفید سمه ولی اون جانشینان شکر سفید همون که به صلاح بهش میگن کالری نداره و غیره شاید هزاران مرتبه بدتر از خود شکر سفید باشه به خاطر اینکه حداقل شکر سفید اقلا اون منبعش و سورسش و منشهش جایی که اونو گرفتن اقلا طبیعیه ولی این جانشینان شکر اکثرشون سورسشون شیمیایی هستش و بسیار میتونه خطرناک باشه ولی به طور کلی چیز شیرین هم باید ما مواظب باشیم که خیلی نخوریم خیلی باز من مشاهده کردم که شکر میذارن کنار ولی میرن به جاش مثلا دو سه برابر اصل میخورن خب اون هم باز میتونه یک مقدار برای اشخاصی که به خصوص قندخونشون یک مقدار اشکال داره و نوسان زیاد داره و حالت هایپوگلایسیمیک دارن و یا شاید حالت, حالت ناراحتی قندی و دیابتی داشته باشن این هم باز میتونه بسیار مزر باشه و باید خیلی سعی کنیم که متعادل رفتار بکنیم به خصوص یعنی شکر که اصلا نخونی ولی شکرهای دیگه که طبیعی هستو باهاشون با هاشون خیلی با به اصطلاح میان چی میگن خیلی اضافه و اضافه روی نکنین و زیاده روی نکنین من کلمات بعضی موقع خیلی سخت به ذهنم میاد ببخشید بعضی موقع این کلمات فارسی انگلیسی هم قاطی میشه من خیلی سعی میکنم که به حال تا اونجایی که امکان داره از کلمات فارسی استفاده کنم یکی از دلایلی که شکر میتونه بد باشه و اصولا چیزای شیرین که در بسیاری از اشخاص میتونه قبل از اینکه اصلا به دیابت و غیر دوچار بشن حالت هایپوگلایسیمیک ایجاد بکنه که شاید بگم یک درصد بسیاری از جمعیت کره زمین الان هایپوگلایسیمیک هستن یعنی تالرنس و یا تحملشون نسبت به شیرینی کمه و این خودش باعث میشه که وقتی ما چیز شیرین میخوریم به خصوص زیاد که میخوریم قده پنکریس که مجبور مرتب تا یه مقدار قند خون ما بره بالا قند در در حال سیستم ما بالا بره مجبور اینسولین رو ترشح بکنه که این قند خون ما بلنس بشه و میزون بشه چون اگر نکنه این کار ما میریم توی کما وقتی این اتفاق زیاد میفته خب پنکراس ما اوور میشه یعنی کارش زیاد زیادی زیادتر میشه و بیشتر از اون حدی که باید با کار کنه کار میکنه یا خسته میشه و دیگه نمیتونه کار بکنه و این بعضی موقع میتونه دچار دیابت بشه به خاطر اینکه انسولین به اندازه کافی ترشح نمیشه یا اینکه اوور میشه و زیادی کار میکنه و اون باعث میشه که زیاد انسولین ترشح بشه وقتی زیاد انسولین ترشح میشه در خون اون موقع این قند خون هی پایین قند خون که هی میفته پایین ما یک حالت خواب حالت بیحالی حالت گرسنگی کازه حالت لرزش حالت خستگی و حالت اینکه هوس شیرینی خیلی زیاد میکنیم چون قند خونمون پایین میفته و هی مجبوریم شیرینی بخوریم و قهوه بخوریم و غیره که دوباره تحریک میشه و دوباره قندخون میره بالا و دوباره چون اوور اکتیو هست پنکراس هی دوباره انسولین ترشح میشه و این ما رو دوچار یک ویش سایکلی میکنه دوچار یک گردابی میکنه که خودش رو هی میکشه در خودش یعنی یا هی ما هوس شیرینی و شکر میکنیم هی میخوریم قند میره بالا بعد یه دفعه دراپ میکنه چون انسولین زیادی ترشح میشه بعد دوباره هوس میکنیم و این یک حالت به هر حال حالات ما رو بسیار میتونه بالا و پایین ببره خیلی موقع ها انرژیمون زیاده خیلی موقع ها کمه بعضی موقع ها خسته ایم بعضی موقع انرژی زیادتر داریم بعضی موقع ها بی حال و بی حوصله و افسرده ایم بعضی موقع سر حال و قبراقیم و خیلی از چیزهای دیگه علائم دیگه که بسیار میتونه به قند خون مربوط بشه